به نام خدا و با عرض سلام بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، به یکی دیگر از گزارش های ویژه ما خوش آمدید. ما این بار در شهر کندز هستیم و آمدیم تا بر شما یکی گزارش آماده بکنیم. البته این بار از جوس فروشی سیار که داخل موتر سوزکی ساخته شده، یکی از جوانای خلاق کندز زمین این کار را آغاز کرده، با اینا صحبت میکنیم. همچنان قسمی که میبینید هموطنان ما هم خیلی استقبال گرم کردن از این و با هموطنان خود صحبت میکنیم، با کسی که این کار را براه انداخته با اونام صحبت میکنیم. شما هم تا آخر گزارش بیننده ما باشید. قسمی که میبینید اینجا هموطنان ما آمدن به خاطر خوردن جوس و اما تو هوره رویسن دیگه یک بار مراد هم نمیکنن، اول امروشون صحبت میکنیم بعد گم میدین. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ سلامت باشین. همین که یک گله کردم گفتین بفرمایید. خوب هستین؟ سلام علیکم. نام اسم من نظر محمد است، یک تن از شهروندی ولایت کندز. اولتر از همه سلام خدمت شما و حضور بیننده های محترم شما. دیگه قربانتون، سلامت باشین. جوسی چیز؟ جوسی گله است، یک ابتکار، یک جوان در گلون بند ما، یکی از جوانای ولایت ما یک ابتکار را برای انداختن که یک چیزی سیار درست کردن، در نقطه شهر میتونه بر همشهری های ما جوس عرضه کنن و یک چیزی بسیار با کیفیت و از نگاه قیمت که در دوکان های شهر مثلا 100 روپا ما قبلا یک گلاس جوس هم میخوردیم که به نصف قیمتی از او است، 50 روپا و کیفیتش هم فوق العاده از نظر کیفیتی، از نظر کمیت، از هر چیز قابل. چقدر خوشحال هستیم؟ ولی خیلی خوشحال هستیم، در نقطه شهر میتونیم، در نقطه شهر که باشیم یک چیزی ابتکار جدید است، در نقطه شهر میتونیم میره به دست بیاریم. کسایی که جوس خواسته باشن در هر جایی که باشن، هر جایی که باشن به نصف میره، به نصف قیمت، هم از نگاه کیفیت هم واقعا خوب شده است. هیچ کمی نداره، هیچ کمی نداره. نه یک جای شما خالی. سلامت باشین. چند رپگی شو خورده بیم؟ 50 رپ است. همین جوسی را که در دیگه دوکان ها 100 رپ است، یه 50 رپ، اما کیفیتش از او هم کده بهتر. اما صادقانه شما مشتری دائمی شدین یا بار اول تا نه؟ ما این بار دوم سوم است که میایم جوس میخورم و قبلا هم میشناختم که دوکان داشتن، اما این یک ابتکار نو جور کردن. قسمت خوب تر است، این بهتر است، سهولتش خوب تر. مثلا دوکان های جوس فروش شد در قسمت شهر باشه، ولی در هر قسمت شهر، هر قسمت شهر است، با تمام همشهری ها میتونه برسن. بسیار خوب. کدام پیامی داشته باشید؟ فقط آرزوی ما آبادی و سرفرازی ملت هم است، با امید روزی که کار و بار در این وطن فرمان باشه. کسایی که مهاجر از در کشورهای دیگر سفر کردن، مهاجر هستن، از خانوادهشان دور هستن، بس به آغوش خانواده بر بگردن و یک وطنی گل و گلزار رو گفتیم و وطنی های خود ما انجامن داشته باشیم. سلامت باشیم. اشتای خوش. سلامت باشیم. قربانتان. خب هم وطنان عزیز، قسمی که میبینین دوستای ما اینجا آمدن به خاطر جوس خوردن یا هم نوشیدن جوس که اینجا میبینین، گفتیم از هر گوشه شهر میآیند، اگر چشمشان به اینجا بخوره حتما جوس نوشی جان میکنه. لالا جان بیایی طرف، خدا جوس خلاص کردی. خب چوب. سلام. سلام. خوب هستی؟ سلامت هستی جان جور؟ نام خدا بگی. نام منیل. انیل جان چی خوردی بخیر؟ جوس کیله. خب چی تو بود؟ بسیار خوشمزه، بسیار خوش بود. خب قیمتش چند بود؟ قیمتش 50 اون. نصفی بود. نصف بود. چقدر خوشحال هستی؟ خوشحال هستم. خب امروز به شهر به خاطر چی اومده بودی؟ بسیار دیگه کار خلاص کردم، شهر اومدم که یک سودا مودا بگیرم در خانه. دیدی که اینجا جوس فروشی است؟ با ما هستم باش که یک جوس بخورم. یک امتحان خوب بکنم. بار اول بود. بله. چطور بود؟ بسیار خوب مزه بود. چقدر خوشحالی که قسم یک کار برام انداختی؟ بسیار خوشحال هستم که این موتور دیدم، من خوشم اومد نرفتم. بسیار خوشحالم که در وطن ما یک موتور پیدا شد، بوی رقم یک جوس کیله. دیگه بسیار خوشحالم. در هر جا، در قسمت شهر که باشم مردم میای میخوره دیگه. بله بله. پیام چیز به هموطنان؟ پیام هم در مطمئن نامل هم هست که هر کنامش باید کوشش کنه که اینم که یک موتر بسارد، اینم که یک غریبی و اینم که یک کار دارم. یک خلاقیت از خود بجا بود دارم. بله بله. سوزا تشکر. تشکر هست. قربانت. سلامت باشی. هم وطنان ما اینجا زیاد هستن، کسایی که صحبت میکنن همراهشون صحبت میکنیم که در مورد امی کار این جوان خلاق کندوزی البته ازشان میپرسیم که چقدر خوشحال هستن و چقدر
خوب است چنین کارهای. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر. سلامت هستی؟ جانک جور است؟ بخیر باشی. نامک تا بگو. شاجهان است مدارت قندوز. شاجهان پیدا کردیم. سعی کنم نامه نام خدا با این نامه. چقدر خوشحال هستی؟ ما خیلی خوشحال هستیم که این رقم یک موتر سهر در شهر قندوز پیدا شده. بلی هم موترهای ما کوشش کنه که از این قدم بیشتر کار کنن. بله. قبلا دیده بودی موتره؟ یعنی باری اول هستی؟ باری اول ماست. خب از کجا آمدی؟ از قندوز هستی. از قندوز هستی؟ تا حال ندیده بودی؟ نه نخیر. حتما در دیگه گوشه شهر بوده؟ آه در دیگه گوشه شهر بوده. تا حال جوس خوری یعنی؟ آمدیم میخوریم. نوبت نیست. نوبت نیست؟ بر تو نوبت نرسیده؟ میرسه ان شاء الله نوبت میرسه. چند رپگی شد دلت تو خوری؟ دل ما صدر پگی شد. خب صدر پگی شد. اینا کی صدر پگی شد بعد میته بعد دیگه جای بعد یک نیم صد میته بعد نصف بس. نصف 50% تخفیف کنید. 50% تخفیف کنید. هم سهولت هم 50%. آه امر کنه. خب کدوم پیامی داشته باشید؟ پیام می است که امطاری ما کوشش کنه که ازی کنه خود بیشتر بسازد تا مردم خوش چی کنه دیگه و دیگه خود بیکار نمانه. بیکار نمانه وطن ما کاروبار کم است. کوشش کنه که کار زیاد شود. تشکر. سلامت باشی. قربانت. خب هم وطنان ما اینجا حسن گفتم البته خیلی جمع شدن به خاطر نوشیدن جوس یا هم خوردن جوس. نه سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر. سلامت هستی؟ همراه خودت هم صحبت کنیم که باز خفه نشی. نامه کتا بگو. سهراب هستم. سهراب جان از کجا آمدی؟ از خود قندوز هستی. از خود قندوز هستی؟ چقدر خوشحال هستی که جوس فروشی را داله دیدی؟ بسیار زیاد خوشحال هستی. بار اولت بود؟ نه 4-5 دفعه آمدم دیگه. خواه خواه مشتری شدی دیگه؟ ها بله. چقدر چه قسم از جوس؟ خوشمزه است. بسیار خوبش است. بسیار خوبش است. دوباره رقم از جوس نخورده. خب از اینکه در دکانا بری خوب است یا از این جوس بخوری؟ نه از این بخوری خوبش است. اما در گوشه هم پیدا میشن؟ بله. قیمتش هم نصف است. قیمتش هم بیخی ارزان است. نصف نیست. بیخی ارزان است. بیخی ارزان است. خب کدام پیامی داشته باشی؟ پیام من می است که جوانای ما چنین خلاقیت های انجام میدن؟ بله بله. تشکر. سلامت باشی. خب بیننده های عزیز شما هم بیننده گزارش ما باشین با خود کسی که اینجا این کار را براه انداخته البته این خلاقیت را به خرج داده با اینا صحبت میکنیم. شما تا پایان گزارش بیننده ما باشید. عزیز به ادامه گزارش خوش آمدید. من داخل موتر آمدم پیش برادر عزیز ما با اینا معرفی میشیم البته صحبت میکنیم همراهشان در مورد کاروبارشان میپرسیم. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. سلامت باشید. شما خسته نباشید. ببخشید که مزاحمت کردیم. خوب هستین ان شاء الله؟ خواهش میکنم. سلامت هستین؟ بخیر باشید. مانده نباشید البته. زنده و سلامت. نامتون رو برام بگیرین و خودم یک کوتاه معرفی بکنم. من عزت الله هستم. یکی از شهرانده ولایت قندوز. خب نوروی عزت از این بگوییم که چه انگیزه باعث شد که چنین خلاقیت را شما به خرج بدیم و چنین یک چیزی را ایجاد بکنیم؟ والا درباره از این مزیا فکر کردم که باید من یک ابتکار نو در ولایت قندوز در مردم خود یک ابتکار نو بیارم و یک جوس مناسب باید تهیه بکنم که مردم ما واقعا غریب شدن دیگه توانایی جوس بلند را یا نداشتن. ما 4 نوع جوس داریم که از 40 افغانی شروع است، 40 رپه است، 50 رپه است، 120 افغانی است، تا 200 رپه ما جوس داریم. نظر به توان نفر ما جوس جور میکنیم که از جوسی ما مستفید شوان. سابق بگوین که چی کاروبار میکردیم این را باید بفهمیم و بعد صحبت های دیگر آغاز میکنیم. سابق ما قبلا کسیم اصلا نجاری بود. باز من نجاری ایلا کردم آمدم به سب جسفروشی دیگه در کودگی خود در جسفروشی من کار کرده بودم.
دیگه یک پنج سال دکانداری کردم، دکان داشتم، دکان دیستریبیوشن داشتم در دوران جمهوریت و بعد باز دکان پنج سال وقت ما که پوره شد ما دکاندار دکان از ما گرفتن. تقریبا یک شش هفت ما بیکار ماندم. بیکار ماندم باز فکر کردم که باز یک چیز جور بکنم که متفاوت باید باشه. یک دوستم در امریکا بود، با او مشوره کردم که من چی بکنم، چه قسمی، چی کار کنم. باز او گفت در امریکا خب مردم ها موتورهای سیار هستن که هم ویزا سودا میکنن، شورمه سودا میکنن، موتورهای سیار هستن در هر جاده و در هر ولایت هر جای میگردن و دولت هم ممانعت نمیکنشن. با ما قسم اگر تو یک کار در وطن ما شروع بکنی یک کار نو هسته، یک ابتکار نو هسته، بگه انشالله که از یک نتیجه خوب میگیری. باز دامرش که مشوره کردم و آغاز به کار کردم. رفتم از ویش یک دانه موتر گرفت آوردم در خانه. در خانه که گرفت آوردم من با سامان در خانه بود. من از این افتاده اول که فلسکاری شد و نجاری شد، لندوانی برق شد، لندوانی شد، مکمل ایده من خودم انجام دادم و تکمیل کار کردم شد. تقریبا کار ما یکان دو ماه طول کشید و جور کده نجید. بعد از دو ماه ما تکمیل کار شده. من توکل به خدا وقت برایم به شهر خود که چه قسم است. انشاءالله که کار ما نتیجه دادن و کار ما خوب است. کار ما مورد پسند مردم قرار گرفتن. وقتی که ما با مردم جوز میتیم به آخر جوز برای ما یک خیربینی هم میگن. هم پیسه برای ما میتن و هم خیربینی برای ما میگن. چند نوع گفتین جوز تهیه میکنیم؟ ما جوس متوسط داریم که 100 افغانی مثلا قبلا نفایش بود، فعلا هست 50 افغانی. دیگه جوس آرایشی داریم که امید نو جوس بود که برای شما معرفی کردم. جوس آرایشی 13 رقم ترکیب داره. قبلا 50 افغانی بود، حالا کردیم 120 افغانی. دیگه جوس عربی داشتیم که تقریبا 21 رقم ترکیب داره. کار ما در تصویر میگیرن جوس عربی را. جوس عربی است که تقریبا بسیار مواد قوی، منظم، چیزهای طبیعی و میوه خشک و میوه تازه مکمل ما حساب که میکنیم تقریبا 21 نوع چیز میشه، 21 نوع ترکیب میشه. قیمتی او با چند؟ قیمت از او با 200 افغانی است. 200 افغانی. بلندترین جوسی که شما دارین یا اون 200 افغانی؟ بله 200 افغانی است که بیخی همین نفر صفر انرژی هم باشه وقتی دیده بیده تمام ویتامینایش و تمام انرژی جانشان انشاءالله پوره مجبور میگه. بسیار خوب. خوب چقدر وقت میشه شما ایره ایجاد کردید؟ تقریبا 15 روز میشه که ما در کار بر آمدیم. انشاءالله که کار ما نتیجه داده، مورد پسند مردم قرار گرفته و مردم از ما خوش هستن. به خاطر از اینکه هر کسی هر کاری که هر کس میتونه باید صادق باشه در کارش، دیگه خداوند هم از او راضی میباشه و ملت هم از او راضی میباشه. بدون شک در مورد بعضی چیزهای دیگه معلومات گرفتیم. یک چیزی که سوال برانگیز است که ایره با چه هزینه، با چه مقدار هزینه ساختین و چقدر براتون تمام شد؟ وقتی به این کار که ما آغاز کردم، وقتی بیش رفتم موتر گرفته آوردم اینجا و تعمیل کار ساخته میشه مکمل 4 لک افغانی به ما تمام شد. تو با 4 لک افغانی خود ما یک موتر سیار ساختم و چیز نو دیزاین نو در ولایت خود ما، در شهر خود ما، در ولایت خود ما. بسیار خوب است. تنها دمی پیشای چوب میباشین یعنی تمام شهر میگردین؟ ما چیز داریم، تقسیم اوقات داریم. در جایی که مثلا چهار بندر میگردیم در هفته دو روز مردم خبرش میگیریم اون منطقه را. دیگه همیشه در سر چوک بعد از نماز دیگر هستیم تا نو بجه شب در خدمت مردم قرار میگیریم. از صبح تا نو بجه شب بعد از خانه از بعد از نماز دیگر تا نو بجه شب ما در سر چوک هستیم، در پارکینگ چوک هستیم، چون نه سرک بند میکنیم و نه پیاده رو بند میکنیم. در مفید پارکینگ چوک هستیم، مزاحمت هم به کسی نمیکنیم و مردم از ما راضی هستن. بسیار زیاد خوب. این ایده را شما برای انداختین، علی پیام شما در کل برای جوانا چیست و چه کار باید بکنن اگر بخواهن یا ایده داشته باشن میتوانن عملی بکنن یا؟ بله مفکورای ما که هستن، افغان ها بسیار مفکورای خوب دارن، میتونن که هر افغان ما بدر یک افتخار نو بکنن، یک چیز نو بسازن،
و بسیار پولدارای ما دارن که اینجا در پیسه خود سیف کردن اما پول مصرف نمی کنن. خاطر می ترسن که اگر ما سرمایه گذاری کنیم ما این نقص بکنیم یا فایده بکنیم. نه، انشاءالله توکل به خدا بکنیم، سرمایه گذاری در کار بکنیم، انشاءالله تا غریب هم سر کار میشن و خود شما هم انشاءالله پول پیدا می کنیم. دیگه خواست ما از دولت همی هست که کشور ما کشور فقیر است. از کشور چین خواهش بکنه کمپانی جه فعال شوه، شرکت های جه فعال شوه، انجینرهای چینی جه بیا کار بکنن. دیگه ما نیروی کاری زیاد داریم اما ما انجینر آدمای فامبی کم داریم، به خاطر که ما درگیر جنگ بودیم. در 40-50 سال به کشور ما جنگ بود، دیگه بود مردم بود. اما همه کرد که ما خش روزگار خاطر میکرد، اما وقتی که روزگار خوب باشه باز یک افتکار نو کرده میتونی، یک چیز نو کرده میتونی، یک مثلا موتر جور میکنن، طیاره جور میکنن، خانه ما شما او از اشکم سیر میشه، از اشکم گشنه نمیشه. اگر اشکم گشنه بود درگیری زندگی درگیری روزگار میباشه، اگر اشکم کم سیر بود انشالله که باز در هر کار افتکار نو میباشه، هر کاری را به خوبی و به درستی انجام میکنن. قربان شما و سلامت باشین. تشکر از اینکه شما همت کردین، شما یک خلاقیت بسیار خوب را برای شهروندان کندوز، برای کسایی که اینجا زندگی میکنن برای هم بکنین. در کار بارتون برکت، بخیر و سلامت باشین. قربانتون، سلامت باشین. سلامت باشین، شما بخیر باشین. آمدین از ما مصاحبه گرفتین و اینه برای مردم ما نشر میکنین، چون مردم زیادترشان معلومات ندارن که چی یک چیز دشار ما آمدن. دیگه ما با صداقت، با راستی دیگه بر مردم خود خدمت میکنیم. مسلمانی تنها در مسجد نیست که بری نماز بخونی، مسلمانی در کار هم هست. اگر در کار صداقت بوده باشی، صداقت به مردم باشی، اونم خودش هم یک کار اگه باید خوب هست. بدون شک خدمت عبادت بکن، هم به مردم خود خدمت بکن. خداوند شما راضی میباشه. سلامت باشین. خداوند از شما راضی باشه، در کارتون برکت و همیشه موفق باشید. بیننده های عزیز، شما تصاویر زیبا و قشنگ را از گوشه های مختلف این موتر سیار جز فروشی لالای ما عزت الله تماشا بکنین و لذت ببرین. بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوز، این بود گزارش امروزی ما از جزفروشی سیار که در شهر کندوز فعالیت میکنه. البته از شما دعوت میکنیم که در هر گوشه شهر کندوز که هستین یک بار برای جزفروشی بیاین و البته تست بکنین که چگونه است، حتما مشتری دائمی میشین. پس برای حمایت از هموطن ما، برای حمایت از جوانای خلاق باید ما بیاییم و از چنین جاها یا جوس فروشی یا دیگر چیز است، اگر جوس فروشی باشه بیاییم جوس بخریم، اگر دیگر چیز باشه دیگر چیز. پس با این قسم ما میتونیم هموطن خود را حمایت بکنیم. برای دیدن برنامه‌های بیشتر به چینل یوتیوب اورانوس تیوی کندوز سر بزنید و حمایتمان بکنید. سابسکرایب، لایک و نظر فراموشتان نشه. تا بعد، خدا نگهدار.